یک روانی که بعد یه سال نقشه برمیگرده تا انتقام خودش رو از مردم شهر بگیره. گلاسیا سلام، امروز فیلم تنکسگیوینگ یا روز شکرگزاری محصول سال 2023 رو آوردم که یکی از بهترین فیلم‌های جدید توی سبک اسلشره، به خاطر اینکه الهام خیلی زیادی از فیلم‌های کلاسیک این سبک از جمله فیلم جیغ گرفته و به نظرم خیلی خوبم پیادهش کرده و نمره خوبی هم توی راتن تومیتوز به خودش اختصاص داده. بریم با هم فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به یکی از شهرهای آمریکا میریم که شب روز شکرگزاریه و مردم همش بیرون درگیر خرید و اینجور کارها، بر همین شهر خیلی شلوغه. کلانتر شهر به اسم اریک میره خونه یکی از دوستاش، یعنی میچ، که میخواد شام شکرگزاری با اونا بگذرونه. میچ یه زنی به اسم آماندا هم داره و با چند تا دیگه فامیلاشون هم جمع شدن و خلاصه خیلی با هم دیگه خوش میگذرونن. البته تا جایی که میچ مجبور میشه لباس بپوشه و بره سر کار، به خاطر اینکه فروشنده یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای آمریکا به اسم رایت مارت و قرار امشب هم یه تخفیف خیلی بزرگ بذارن، تخفیفی که قرار خیلی فروشگاهو شلوغ کنه و خب میچ و دوستان دیگه‌ش هم مجبورن امشب برن سر کار. طرف دیگه شهر یه خانواده پولدار رو می‌بینیم که اونام دارن میز شامو می‌چینن. پدر خانواده مردی به اسم توماس رایت، از اسمش هم مشخصه که صاحب همین فروشگاه‌های زنجیره‌ایه که میچ توشون کار می‌کنه. یه دختری به اسم جسیکا هم داره و یه زن هم داره به اسم کاتلین که میشه نامادری جسیکا. خب رفتار خوبی هم با هم دیگه ندارن. دوست پسر جسیکا هم پسری به اسم بابی که اومده امشب و باهاشون بمونه. در حالی که اینا دارن خوش میگذرونن هم میریم به فروشگاه رایت مارت و میبینیم که صدها نفر صف کشیدن منتظرن که تخفیف فوق‌العاده امشب شروع شه و فقط هرچی میتونن بخرن. میچ و بقیه هم یکم نگرانن. شام شکرگزاری تو خانواده رایت تموم میشه و جسیکا و دوست پسرش بابی میان بیرون که با چند تا از دوستاشون برن و یکم خوش بگذرونن. دوستاشون هم یکیشون پسری به اسم اوین که با دختری به اسم گبی توی رابطه است، یکیشون هم پسری به نام اسکوبا که با دختری به اسم یولیا توی رابطن. خلاصه که دارن میرن و به ترافیک میخورن و چون نزدیک فروشگاه پدر جسیکا هم هستن، اوین میگه من یه چیز مهم میخوام بخرم و بیا یه دقیقه بریم سری برگردیم. خب جسیکا هم از اینکه دختر صاحب فروشگاه استفاده میکنه و از در پشتی میرن داخل. یه لحظه هم پسری به اسم رایانو میبینیم که روی جسیکا یه کراش خیلی شدید داره، اما خب جسیکا بهش توجه زیادی نمیکنه. در حالی که این بچه‌ها میرن توی فروشگاه، میبینیم که همسر میش، یعنی آماندا، هم براش یه عالمه خوراکی آورده که شامو اینجا بخوره. همه هم نگرانن چون مردم به شدت دارن عصبانی میشن. در همین حال میبینیم که یه سری از بچه‌هایی که بیرون فروشگاهن متوجه جسیکا و دوستاش میشن. اینا از یه مدرسه این که دقیقاً دشمن مدرسه ایناست. برای همین هم یکیشون با عصبانیت میکروفونو میگیره و شروع میکنه به تشویق بقیه به هرج و مرج. موفقم میشه و مردم یه دفعه گاردها رو میشکنن و به سمت فروشگاه حمله میکنن. در اصلی فروشگاه هم زیر پا میذارن و حالا هر چی جلو دستشون هست و میپیچونن. به همدیگه هیچ رحمی ندارن، همدیگه رو زیر پا میندازن، مشت و لگد میزنن و فقط میخوان هر چی که میتونن و از اینجا برای خودشون بردارن. همین وسط دوست پسر جسیکا، یعنی بابی، متوجه یه دونه نیروی امنیتی میشه که پاش شکسته و افتاده زمین. میخواد بره کمکش که آدم‌ها با وحشیگری پا روی دستش میذارن و اونو میشکنن. خب برای بابی خیلی دردناکه چون بزرگترین هدف زندگیش این بود که یه دونه بازیکن بیسبال معروف بشه. این وسط دوست دیگه بابی، یعنی اوان، هم رفته یه جا وایساده و داره با گوشیش از همه چیز فیلم میگیره، انگار داره گزارش میکنه و میخواد یه جوری از این قضیه استفاده کنه تا معروف شه. هرج و مرج بالاتر میگیره تا اینکه توی یک سکانس خیلی دردناک آماندا افتاده روی زمین و یکی از آدم‌ها با یه دونه از این چرخ‌ها میاد سمتش و ضربه‌ای به سرش میزنه. انقدر وحشیانه این کارو انجام میده که پوست سرش هم کنده میشه و آماندا همونجا جونش رو از دست میده. میش با ناباوری کنار همسرش میشینه و زار میزنه و در آخر کلانتر با عصبانیت اسلحه‌اش رو شلیک میکنه و مردم پراکنده میشن. سکانس بعد یک سال گذشته و جشن شکرگزاری سال بعدی رسیده. اتفاقای عجیبی هم توی این مدت افتاده. اولیش این که خانواده آقای مارت، یعنی صاحب همین فروشگاه، خیلی راحت از قضیه تبرئه شدن. آقای توماس مارت هم بدون هیچ توجهی به اتفاق سال قبل دوباره یه تخفیف برای امشب گذاشته. توی این مدت هم کلی پول به جاهای مختلف اهدا کرده تا دوباره محبوب شه، اما خب هیچ کسی دیگه باورش نمی‌کنه. کلی از مردم تظاهرات راه انداختن که نباید آقای مارت این کارو ادامه بده، ولی خب کو گوش شنوا. یکی از همین تظاهرات کننده ها هم میشه که همسرش سال قبل دست داد و واقعا از اتفاق اون موقع عصبانیه.
اتفاق دیگه هم افتاده و میبینیم که بابی بعد شکستن دستش مجبور شده زندگیش یعنی بیسبال رو برای همیشه کنار بذاره و افسرده شده. هیچکی هم خبر نداره که الان کجاست. ایون هم که اون شب رفته بود همه چی فیلم میگرفت، حالا یه فیلم خیلی وایرال و معروف داره و کلی داره ازش پول در میاره. یه اتفاق مهم دیگه هم اینه که دوربین های مداربسته فروشگاه از اون شب همه فیلماشون پاک شده. هیچکس هم نمیدونه چه اتفاقی براش افتاده. برای همین هم است که اصلا خانواده مارت تبرئه شدن. چند روزی به شکرگزاری سال جدید مونده و حالا کلانتر شهر یعنی اریکو میبینین که با یکی از همکاراش به یه دونه کافه میرن که یه دونه باریستا به اسم لیزی ازشون سفارششون رو میگیره. برام یه دونه ماسک میذاره جلوشون که ماسک برای یه آقایی به اسم جان کاربره، کسی که اولین شهردار شهر بوده و خیلی معروفه و قراره که امسال توی شکرگزاری مردم همه ماسکشو بزنن و بهش ادای احترام کنن. به دبیرستان که جسیکا و دوستاش هستن هم میریم و متوجه میشیم که مدتی یه نفر هی یه ویدیو تو اینستاگرام میذاره که پیجش هم ناشناسه، ولی همه این چند نفر رو توش تگ میکنن و فیلمش هم مربوط به همون اتفاقی هست که سال قبل افتاده بود. چند لحظه بعد نامادری جسیکا یعنی کاتلین و کلانتر اریک میان پیشش و ازش درخواست میکنن که باهاشون به جایی بیاد. به خونه ای معروف و تاریخی توی شهر میرن و قراره که اینجا یه دونه تبلیغ ضبط کنن تا تخفیف امسال فروشگاه هم به گوش همه برسه. ولی وقتی میرن داخل تا فیلم برداری شروع کنن میبینن که همه چیز به هم ریخته شده و انگار یه نفر اومده اینجا و همه چی رو نابود کرده. یه تبر هم که روی دیوار بوده و خیلی تاریخی هم هست دزدیده. کلانتر اریک خیلی عصبانی میشه چون این خونه خیلی مهم و تاریخی و میخواد هر جوری هست این طرف رو پیدا کنه. عصر همین روز هم جسیکا و دوستاش توی یه رستوران جمع میشن تا غذا بخورن. جسیکا با بابی رابطهشو به هم زده و حالا با همون دوستش یعنی رایان که روش کراش داشت توی رابطه رفته. یه لحظه بابیو میبینه که از فروشگاه خارج میشه و میگه چند وقت اصلا باهاش هیچ حرفی نزدم. همین لحظه هم یه نفر یه پست اینستاگرام میذاره و همش رو روش تگ میکنه. اسم آیدی این شخص هم جان کارور یا همون شهردار قدیمی این شهره. یه میز از مراسم شکرگزاری و پایینش هم نوشته میز آماده است. همه متعجب شدن و یکم هم جسیکا نگران میشه، مخصوصا که بیرون رستوران یه نفر رو با همون ماسک جان کارور میبینه که بهش زور زده و یه لفه از اونجا ناپدید میشه. به یه خونه تاریک و مرموز میریم. یه آدم ناشناس همون تبری که دزده شده بود و برداشته و داره تیزش میکنه. روی صفحه کامپیوترش فیلم‌های دوربین مداربسته اون شب فروشگاه رو پلی کرده و به قیافه یه نفر زور میزنه. اونم کسی نیست جز لیزی، همون باریستایی که دیده بودیم. لیزی میخواد از محل کارش بره بیرون که یه نفر با ماسک جان کارور بهش حمله میکنه. اول میخواد سرشو بکنه زیر آب اما لیزی فرار میکنه. در آخر این روانی با وحشیگری کله اونو به گاز داغ فشار میده. پوست صورتش کنده میشه و در آخر لیزی موفق میشه خودش از اون جدا کنه. میخواد گوشیشو برداره و تماس بگیره اما خب دستش خونیه و نمیتونه این کارو انجام بده. به ناچار به آرومی میخواد از فروشگاه بیاد بیرون و یه رفعی روانی که از قبل با ماشین منتظرشه بهش حمله میکنه. لیزی خودشو پرت میکنه توی سطل آشغال اما روانی ماشینو بهش میکوبه و توی یه سکانس خیلی وحشتناک اونو از وسط نصف میکنه. حالا یه لحظه اون اتفاق اول فیلم رو میبینیم و متوجه میشیم کسی که با همون چرخ به سر آماندا ضربه زد همین لیزی بوده. اون بوده که جون آماندا رو ازش گرفته. روز بعدی که میخوان فروشگاه رایت مارت رو باز کنن با وحشت به نیمه پایین بدن لیزی زور میزنن که از اونجا آویزون شده. مامورهای پلیس و همه جمع شدن و کلانتر اریک هم سر میرسه. میخوان هر جوری شده بفهمن کار کی بوده و مطمئنن که یه ربطی به همون اتفاق سال قبلی هم داره. وقتی دوربین های فروشگاه رو چک میکنن میفهمن کسی که این نیمه بدن رو آویزون کرده ماسک جان کارور زده و خب نمیتونن هویتش رو تشخیص بدن. به دبیرستان میریم و وقتی که ایوان میادش با وحشت یه عکس رو به دوستای دیگه‌اش نشون میده. عکس جدیدی که همون اکانت جان کارور گذاشته و از نیمه بدن لیزیه. پایینش هم نوشته که تخفیف جدید رایت مارت رو فراموش نکنید. در حالی که بیشتر نگران شدن جسیکا همون پستی رو از این پیج نگاه میکنه که روز قبلی گذاشته بود و از یه میز بودش. با دقت بیشتر متوجه میشه اسم خودش و بقیه دوستاش بغل هر بشقاب نوشته شده. مطمئن میشه کسی که پشت این اکانت همون آدم روانی و یه نقشه‌ای هم براشون ریخته. سری به پدرش زنگ میزنه و خبر میده. اما خب پدرش توماس هیچ توجهی نمیکنه و میگه من به این کاری ندارم. به هر حال تخفیف امسال باید برقرار بشه. ساعتی بعدم که حالا این پست پخش شده کلانتر شهر یعنی اریک به جسیکا و دوستاش زنگ میزنه و ازشون میخواد برن به ایستگاه پلیس. ازشون میپرسه که میدونی چرا اسمتون اینجا نوشته شده و اطلاعات میخواد، ولی خب هیچ کدوم حرفی نمیزنن. البته که جسیکا انگار چیزی رو پنهان میکنه. وقتی هم ایستگاه پلیس بیرون میاد دوست پسر قبلیش یعنی بابیو میبینه. بابی میگه که اومدم تو شهر تا به عموم یه
کمکی برسونم و قراره از اینجا زود برم. ولی خب تو همین مدت کم یکم با هم سلام علیک و صحبت از گذشته میکنم. بابی هم یه معذرت خواهی میکنه که یه دفعه از زندگی جسیکا رفته بود. میگه که من پارسال فکر میکردم تو مقصر همه چیزی، چون تو منو به زور بردی به اون فروشگاه و باعث شدی رویاهامو از دست بدم. اما خب الان باهاش کنار اومدم و دیگه بخشیدمت، میدونم تقصیر تو نبوده. جسیکا هم که اعتمادش برگشته یه حرف خیلی مهم میزنه. میگه قضیه پارسال یه اتفاق خیلی بدی برامون افتاد. فهمیدم که نامادریم بوده که فیلم‌های دوربین مرا بسر پاک کرده. اگه این قضیه درس پیدا کنه، قراره زندگیمون به فنا بره و ازمون کلی شکایت میشه. اما خب من برای اینکه عدالت برقرار شه، میخوام یه جوری این فیلم‌ها رو پیدا کنم. میدونم که توی کامپیوتر بابامو نامادریم پنهانشون کرده. رایان هم سر میرسه و وقتی صحبت این دوتا رو میبینه، جسیکا رو از عمد میبوسه و بابی که یکم انگاری حالش بد شده و عصبی ازشون دور میشه. تو خونه دیگه ای از شهر مردی میبینیم که سال قبلی یکی از نیروهای امنیتی اون فروشگاه بود. حالا اومده خونه و داره لوازمشو جمع میکنه که بره مسافرت و از اتفاقایی که افتاده هم خیلی ترسیده. یه دفعه متوجه یه دونه ماسک از جان کارور روی مبلش میشه. خیلی ترسیده و چوبش رو برمیداره که اگه کسی اومده خونه بهش حمله بکنه. اما روانی ما زرنگتر از این حرف هست. از پشت با چاقویی به این مرد حمله میکنه. بعدم یه دونه سیم دور گردنش میندازه و انقدر زور میزنه که سرش به شکل وحشتناکی از تنش جدا میشه. بعدم این سر رو تو کیفش میذاره و خیلی راحت از خونه فرار میکنه. به همون خونه مرموز میریم. این روانیی که دیدیم به همین جا میاد و سری که برداشته رو روی میز میذاره کنار یه بشقاب که اسم این مرد نوشته شده. میبینیم که روبروش هم بدن لیزی قرار گرفته. صبح بعدی میرسه و جسیکا که بیدار میشه با وحشت میبینه که روی پست دیگه هم تگ شده. پست دیگه ای از همون پیج جان کارور که حالا از دو نفری که سر میز قرار داده عکس گرفته. جسیکا وحشت زده سری از کامپیوتر پدرش فیلم های دوربین مربسته رو برمیداره و میخواد بره به کلانتر بده. معتقد اگه اینا رو بررسی کنن میتونن زودتر جلوی این روانی رو بگیرن. میبینیم دوست پسرش رایان هم در و در نشسته و انگاری با یه عصبانیتی به خونشون زل زده. به دبیرستان دیگه ای از شهر میریم و همون پسری میبینیم که سال قبلی مردم رو تشویق کرد تا به فروشگاه حمله کنن. توی زنگ ورزششونه و با دوست دخترش تصمیم میگیرن برن یه جایی یکم عشق و حال بکنن. دوست دخترش هم میره روی ترامپولین که مثلا یه کار جدید بکنه و در همون حال لباساشو در بیاره. پسر نشسته و یه رفع روانی سر میرسه. با یه حرکت دردناک گردن اونو کاملا میشکونه و میچرخونه. دختر همچنان روی ترامپولینه که روانی میره زیر اون میخوابه. یه رفعه چاقو رو توی ترامپولین فرو میکنه و انقدر میزنه که بدن دخترم تیکه پاره میشه. حالا همه مردم شهر وحشت زدن و کلانتر میاد و میگه این دبیرستان ها باید برای چند روزی تعطیل بشن. بچه ها میخوان برن خونه و در حالی که جسیکا بیرون نشسته، دوستاش یعنی اون و گبی میرن داخل تا لوازمشون رو بردارن. یادتونه که اون پارسال همه چی فیلم گرفت و سر همین معروف شد. روانی وسط راه با یه ضربه به سر هر دوشون اونا رو بیهوش میکنه. بعدم با گوشیشون به جسیکا پیام میده و میگه بیا داخل دبیرستان کارت دارم. جسیکا هم که یکم مشکوکه همین کار رو انجام میده و میره داخل، ولی حواسش به اطراف هست و وقتی که روانی یه رفعه بهش حمله میکنه موفق میشه جا خالی بده و فرار کنه توی آزمایشگاه مدرسه. چند لحظه بعدم روانی با همون ماسک جان کارور میره اونجا. میبینیم که جسیکا خودش کنار چند تا مانکن دیگه پنهان کرده و یه رفعه روانی متوجهش میشه. اما جسیکا موفق میشه با یه دونه اسپری مو به سرش آسیب بزنه و از اونجا فرار کنه. بعدم میدوه بیرون و به کلانتر اریک و بقیه میگه که برن داخل، ولی خب هیچ کسی که اون روانی و گبی و اون رو پیدا نمیکنه. تنها کسی که از این گروه موندن جسیکا، دوستش اسکوبا و دوست دختر اون یولیان. اسکوبا که حالا نگران جسیکا هم هست، اونو پیش یه نفر که میشناسه میبره و براش یه دونه اسلحه میخره که بتونه از خودش مراقبت کنه. میگه اون قطعاً یه روز سراغ ما میاد و فقط ما هم که میتونیم جلوشو بگیریم. پلیسا بهش دردی نمیخورن. در همین حال دوست دختر اسکوبا یعنی یولیا هم توی خونه‌ش رو داره یه دونه چمدون میبنده. قراره که با پدرش از شهر برای مدتی فرار کنن چون میدونن همه چیز خطرناک شده. اما میبینیم که روانیمون سر میرسه. به پدر یولیا حمله میکنه و نگهبانی که دارن هم از بین میبره. بعدم در حالی که یولیا داره با اسکوپا ویدیو کال میکنه وارد اتاق میشه، جلوی دوربین چاقوی تو گوش یولیا فرو میکنه، گوشی هم برمیداره و برای اسکوبا دست تکون میده. اسکوبا و جسیکا با وحشت سوار ماشین میشن و خودشون رو سری به اینجا میرسونن. وقتی میرسن میبینن که یولیا هنوز زنده است و روانی اونو گروگان گرفته. اسکوبا سری اسلحه‌اشو برمیداره، اما خب اولین بارش میخواد استفاده کنه و نمیدونه که باید زامنشو غیر فعال کنه. همینم باعث میشه روانی جلوی چشماش سر یولیا رو توی یه دونه اره برقی فرو کنه و خب جون اونم بگیره. چند ساعتی گذشته و میریم به خونه پدر مادر جسیکا. اون و اسکوبا اینجان و مامورهای پلیس هم اومدن.
میخوان حالا یه نقشه‌ای رو پیاده بکنن، اینکه از جسیکا استفاده کنن به عنوان یه تومه و روانی رو اینطوری بیرون بکشن و جلوشو بگیرن. البته که پدر جسیکا و مادرخوندش مخالفن، ولی خب در آخر میفهمن که این تنها راهشونه، چون روز بعدی شهرگزاریه و اگه این کار انجام ندن دیگه معلوم نیست کی بتونن این روانی رو بگیرن. روز بعدی رسیده و خب توی شهر جشنی برقراره که به یاد همون شهردار قدیمی یعنی جان کارور گرفته شده. خانواده جسیکا هم به عنوان یکی از پولدارترین ها توی ماشین وسط همین مراسمن و مامورهای پلیس دور تا دورشونن و حواسشون بهشون هست که یه جوری روانی رو بگیرن، مخصوصا که حواسشون به افرادی هست که ماسک جان کارور رو زدن، چون توی تمام قتل‌های قبلی همین کارو انجام میداده. اما این بار یه چیزی فرق میکنه، میچ و افراد دیگه ای که بر علیه این خانواده رایت تظاهرات راه مینداختن همشون طرفدار همین روانی هن. برای همین هم همشون ماسک جان کارور رو میزنن تا کار اون راحت تر بشه، در حالی که پلیس ها نگران اینجور افرادن. یه رفعه میبینیم که روانی برخلاف انتظار بقیه با یه دونه ماسک دلقک سر میرسه جلوی همه، سر یه آدمی که لباس عروسک پوشیده رو میزنه و بعدم با از بین بردن راننده خانواده رایت ماشین اونا رو بر میداره و خیلی راحت فرار میکنه. سکانس بعد میریم به خونه مرموز همین روانی. اعضای خانواده مارت همشون بیهوشن و کتلین یعنی مادرخونده چشماشو باز میکنه. تو اتاقی تنهاست و همینه مثل یه دونه بوغلمون بدنش تزئین و روغن زده شده. سریع فرار میکنه و میره به یه اتاق دیگه و وقتی روانی سر میرسه دنبال اون راه میفته. مشخصه که کتلین شانسی نداره و وقتی میخواد از خونه در بره روانی با یه دونه تبر از پشت به کمرش ضربه میزنه. بعدم اونو میکشونه داخل و به شکل خیلی وحشتناکی توی یه دونه فر بزرگ میندازه و اونو زنده زنده میپزه. ساعتی بعد رو میبینیم کنار همون میزی که این روانی چیده. حالا جسیکا و پدرش، دوستش اسکوبا، ایون، دوست دخترش گبی و رایان اینجا قرار دارن. همشون بسته شدن و وسط میز یه دونه دیگه بزرگه. روانی برش میداره و بدن سرخ شده یک کتلین همه رو به وحشت میندازه. این مرد ماسکدار لایو اینستاگرامش رو روشن میکنه. جلوی دوربین به شکل وحشتناکی سر ایون رو با چکش خورد میکنه. بعدم میگه ایون بهت تبریک میگم، همونطوری که همیشه دوست داشتی بالاخره داری معروف میشی. بعدم میره سراغ توماس رایت یعنی پدر جسیکا. تیکه ای از گوشت وسط میز رو میبره و بهش میگه باید بخوری. در همین حالم جسیکا رو میبینیم که با استفاده از یه انگشتری که قبلا خریده و یه تیغ داخلش داره موفق میشه دست خودش رو باز کنه. بعدم این انگشتر رو میده به دوستش اسکوبا و اونم همین کار رو انجام میده. یه رفعه دوتایی به روانی یه ضربه میزنن و سریع از اتاق فرار میکنن. دارن میرن بیرون که روانی موفق میشه اسکوبا رو بگیره و یه ضربه به دستش بزنه. اون میفته زمین رو در حالی که مجروحه. جسیکا راه فرار رو در پیش میگیره، روانی هم میره دنبالش. اما خب جسیکا سرعتش بیشتر و بعد از گذشتن یه جنگل بالاخره به منطقه شهر میرسه. اول یه ماشین پلیس میبینه و خوشحاله، ولی وقتی نزدیک میشه میبینه که کلانتر اریک کنار ماشین افتاده و از حال رفته، انگار روانی به اونم حمله کرده. جسیکا نگران متوجه یه نفر میشه که ماسک جان کارور دستشه و وارد یه دونه انبار کنارشون میشه. حالا که فقط میخواد انتقام بگیره اسلحه کلانتر رو برمی‌داره و دنبال اون میره. وقتی که وارد میشه تعجب دهنش باز میمونه. اونجا دوست پسر سابقش یعنی بابیو میبینه. نمیدونه چیکار کنه که کلانتر اریک تازه به هوش اومده سر میرسه. اصلا را جسیکا میگیره و میگه بیرون وایسا. چند لحظه بعد صدای سه تا گلوله میاد و کلانتر میاد بیرون. به جسیکا میگه که سعی کردم بزنمش اما موفق شد فرار کنه. باید هر جوری شده از اینجا در بریم. سکانس بعد جسیکا به پاسگاه پلیس اومده و مامورها بهش خبر میده که موفق شدیم. بالاخره دوستای باقی موندهت یعنی رایان، اسکوبا، گبی و پدرت رو نجات بدیم. کلانتر اریک هم به جسیکا میگه نگران نباش، هر جوری شده بابیو پیدا میکنم و اونو به سزای اعمالش میرسونم. همینطوری که حرف میزنن جسیکا نگاهش به کفش کلانتر میفته. روی اون یه سری برگ خاص ریخته، برگایی که وقتی داشت از جنگل فرار میکرد فقط توی گیاه اونجا داشتش. متوجه میشه کسی که دنبالش بوده همین کلانتر اریک بوده. کلانتر که میفهمه گیر افتاده در اتاقو قفل میکنه و شروع به اعتراف میکنه. میگه که من همسرمو از دست داده بودم و واقعا زندگی نابود شده بود، اما تو همین ناامیدی با آماندا آشنا شدم، همسر میچ. با همدیگه یه رابطه ای رو شروع کردیم و خب اون به همسرش میچ خیانت میکرد، اما ما واقعا با هم خوشحال بودیم و قرار بود که میچ رو ول کنه تا با هم ازدواج کنیم. همه چیز خوب بود تا پارسال که شما پولدارای کثیف به خاطر خودخواهی خودتون اون اتفاق رو رقم زدید و من یه بار دیگه عشق زندگیمو از دست دادم. آماندا وقتی اون اتفاق افتاد بچه منو باردار بود، قرار بود همه چیز تغییر کنه. بعدم میگه الان همه چیز حل شده، منم قراره که یه کاری کنم بابی آدم بده بشه، هیچکم نمیتونه جلومو بگیره. تو هم همین الان کارت تموم میشه و خیلی راحت میندازم گردن یه سمی که اون روانی به تزریق کرده. ولی جسیکا گوشش میاره بالا،
نشون میده که همه اینا رو داشته توی اینستاگرامش لایو میگرفته و الان همه متوجه حقیقت شدن. کلانتر که عصبانی تره میخواد جسیکا رو از بین ببره، اما خب بابی سر میرسه و موفق میشه با یه ضربه به اون جسیکا رو نجات بده. حالا کلانتر با یه دونه تبر دنبال این دو نفر افتاده، موفق میشن یکم سردرگمش کنن و جسیکا با روشن کردن یه دونه پمپ هلیوم از این عروسک بادیا رو فعال میکنه. بعدن با بابی سوار ماشینش میشن که فرار کنن. کلانتر سعی میرسه و موفق میشه سین بوکسولی که از ماشین آویزونه رو به ستون همینجا ببنده، برای همین ماشین گیر میفته. اما جسیکا تصمیم گرفته زنده بمونه، از ماشین پیاده میشه، اسلحه‌ای که داره رو در میاره و با شلیک به اون عروسک هلیومی اونجا رو آتیش میزنه. کلانتر توی آتیش میمونه و با باز شدن طناب سری از اینجا فرار میکنن. سکانس بعد میبینی که مامورهای پلیس سر رسیدن و دنبال کلانتر گشتن، اما هیچ کسی موفق نشد که بدن اونو پیدا بکنه و هنوز نمیتونن مرگش رو تایید کنن. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. این فیلم هم هیجان بالایی داره، هم به نظرم المان‌هایی که توش استفاده میشه و سبک فیلم سازیش خیلی شبیه فیلم‌های کلاسیک سبک اسلشر، همونطور که گفتم مثل فیلم جیغ. و خب اگه جیغ رو دیده باشید خیلی شباهت زیاد هم ممکنه بینشون پیدا بکنید. اما یه نکته خیلی خوبش اینه که امروزیه و قرار نیست فیلمی رو ببینیم که فضا و سبک قدیمی داره. فیلمش کاملا امروزیه، از لایو و اینجور چیزها استفاده میشه که جوان‌ها باهاش ارتباط بیشتری میگیرن و به نظرم خیلی هم خوب پیاده سازی شده. نکته مثبت دیگه‌ش هم معنا و مفهوم قشنگی که پشتش داره و یه هدفی که به اون انتقام گرفتن شخص روانی اون یا همون کلانتر میده. ما قرار نیست آدمی ببینیم که همینطوری شروع به این کار کرده و فقط میخواد انتقام بگیره، نه. ما اول یه پیش‌زمینه‌ای رو میبینیم و متوجه میشیم که واقعا اون شخصیت پولدارمون و خانواده پولدار که صاحب این فروشگاه بودن هم مقصرن و اصلا همین شروع کننده قضیه ای هست که در نهایت کلانتر رو به همین جای میرسونه. به حدی قشنگ این فیلم شروع میشه و اتفاقای مهمی توش میفته که تقریبا تا دو سوم پایانی فیلم شما همش میگی که ایول یه نفر داره این روانی رو انتقام میگیره. و خود من به شخصه فکر میکردم که شوهر آماندا، زنی که توی اون فروشگاه هم اول فیلم شاهد دست، فهم کردم که خب مرا انتقام بگیره، حق میدادم بهش به خاطر اینکه قطعاً به خاطر این خون طمع بودن همین آدمای پولدار بوده که همچین اتفاقی افتاده. خانواده‌ای که حاضر نیستن حتی یک سال این قضیه آف گذاشتن و عقب بندازن تا نکنه دوباره تکرار بشه. و به نظرم خیلی قشنگه که تا اینجا شما رو یه جوری پیش میبره که تمام فکرت به اون، اصلا فکر نمی‌کنی شخصیتی که ممکنه دلیل انتقام گرفتن یه نفر باشه آدم بدی از آب در بیاد. همونطوری که فهمیدین خب آماندا و کلانتر با هم تو رابطه بودن و اصلا این زن انگاری زن خوبی نبود که خیانت میکرد و خیلی کارهای دیگه هم انجام میداد. تویستی که شکل میگیره به نظرم خیلی قشنگه. قرار نیست اون ویلن یا شخصیت بد فیلممونو گرفتی تغییرش بده. قرار یه کاری کنه که یه دیدگاه خوب توی ذهن شما عوض شه. برای مثال توی فیلم جیغ، حالا اگه ندیدش اینو گوش ندید یه ذره اسپویل میشه، ولی خب توی فیلم جیغ ما همون آدم ماسکدار رو داریم که میبینیم چه کارهای عجیبی انجام میده و آخر فیلم میفهمیم که یه نسبت خیلی نزدیکی با شخصیت اصلی فیلممون داره. اما اینطوری نیست که شخصیت بدی رفیعی بخواد عوض بشه. به جای این میاد آماندا رو توی ذهن شما تغییر میده که خب از اول فیلم شما به عنوان یه جرقه بهش نگاه میکنی که انگار قرار همه چی رو تغییر بده و باعث انتقام گرفتن یه آدم بشه. امیدوارم درست توضیح داده باشمش. خلاصه که فیلمش میگم فلسفه نداره مثل فیلم‌های دیگه بخوام زیاد در موردش صحبت بکنم. درسته خب خیلی جاها میاد به سطح پولدار جامعه تیکه میندازه و میخواد بگه که اینا حاضرن همه چی رو فدا بکنن، همه چی رو قربانی کنن تا به اهدافشون برسن و بتونن همون فروش زیادشون رو داشته باشن. اما خب فیلم از نظرم بیشتر اسلشر، نمیاد اینو از یه بعد فلسفی نگاه بکنه، فقط به عنوان یه بهونه بهش نگاه میکنه که بتونه خط داستانی رو شکل بده و خب خیلی هم خوب ازش استفاده میشه. به هر حال قرار نیست که هر فیلمی یه حرف خیلی مهمی توش باشه. بعضی از فیلم ها فقط قرار ما رو خوب سرگرم بکنن و یه چهره خیلی کثیفی از سینما رو نشون بدن که همون اسلشر میشه. حالا شما توی کامنت ها بگید که به نظرتون این کلانتر حق داشت چه کاری انجام بده، چون تو خیلی از فیلم ها مثل فیلم سری فیلم اره افراد زیادی هستن از جمله خود من که تا یه جایی فلسفه جان کریمر رو قبول دارن، نه کارهایی که انجام میده رو، کارها شاید خیلی بد باشن، خیلی دردناک باشن، ولی فلسفه و حرفایی که میزنن رو قبول دارن. به نظر شما فلسفه این کلانتر هم برای کارهایی که انجام میده درسته یا نه؟ دیگه اینکه دمتون گرم واسه همه حمایتاتون. اگه تا اینجا اومدید حتما ویدیو رو لایک بکنید، چون لایک شما باعث میشه ویدیوهای من بیشتر دیده بشه و کار کانالم ادامه پیدا کنه. کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. اینم به پیشنهاد یکی از دوستا از این بعد میگم. شبتونم گلسی.